اگر بگوییم می توانیم تاریخ جهان را برایتان تعریف کنیم چه می گویید؟ حال اگر بدانید قصد داریم تمام آن را فقط در عرض 2 ساعت تعریف کنیم چه؟ در این برنامه قصد داریم کل تاریخ جهان را برایتان بازگو کنیم. هر آنچه از انفجار بزرگ تا کنون رخ داده، اینکه چگونه کره زمین آماده ظهور بشر شد، عصر سنگی چگونه منجر به ساخت موتور بخار گردید، نخستین بخش‌های شهرنشینی و تمدن چگونه پاشیده شدند. در این مسیر همه چیز به هم مرتبط است و سرانجام به شما ختم خواهد شد. قصد داریم تاریخ 13 میلیارد و 700 میلیون ساله را برایتون بازگو کنیم. در 2 ساعت آینده تمام چیزهایی که باید بدانید را به شما خواهیم گفت. تاریخ جهان در 2 ساعت. این همان جهان نوباوه ماست. اینجا نقطه آغاز همه چیز است. هر آنچه که قرار است به وجود آید یا اتفاق بیفتد درون این ذره پر انرژی کوچکتر از اتم است. همکنون قرار است آنچه را تاریخ مینامیم به طور مرموزی از درون این ذره آغاز شود. به دلایلی که هرگز نخواهیم دانست جهان ما به طوری ناگهانی شکل گرفت. In a millionth of 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 a second, it went from a size smaller than an atom to bigger than a galaxy. Whoosh! آنچه می‌بینید انرژی است. این همان چیزی است که به درک تمام اتفاقاتی که قرار است در 2 ساعت آینده ببینید و بشنوید کمک خواهد کرد. در ظرف کمتر از 1 ثانیه انفجار بزرگ انرژی ایجاد کرد که از آن طریق ستاره‌ها و تمام چیزهای دیگر به وجود آمدند. تمام انرژی که از ابتدای پیدایش تا اکنون استفاده شده است. When you put gas into your car, you're tapping energy that was created during the Big Bang. You're tapping the energy of the universe itself. تا شروع سفر 2 ساعته ما فقط چند دقیقه باقی مانده. برای تا این لحظه 380 هزار سال سپری شده و حال قرار است شاهد تولد اجداد اصلیتان شوید. یعنی نخستین اتم ها. این هیدروژن است. جهان این ماده را برای ساخت هر آنچه در اطراف ما است به کار خواهد برد. Hydrogen is like a baseball team. You say, what player do I want to start my team with? Well, if I want to start a universe, I want to start it with hydrogen. Because from that, with a lot of heat and a lot of pressure, you can build more kinds of atoms. اولین اتم ها در سرتاسر جهان اولیه پراکنده شدند. و از بخت خوش این پراکندگی به طور یک دست صورت نگرفت. چون نیروی جاذبه یعنی همان طراح اصلی جهان مادی تأثیرش را بر روی دسته‌های حاوی اتم بیشتر گذاشت. نخستین کهکشان‌ها در حال شکل گیری‌اند و راز ابدی جهان در حال فاش شدن است. در طول تاریخ هر وقت ماده و انرژی بیشتری در یک نقطه جمع می شود اوضاع پیچیده تری می تواند به وجود آید. We have all of these urban centers around the planet where so much creativity, so much art, so much science, so much culture came about because of all these opportunities for things to interact with each other. Really, in a sense, where there is stuff, new stuff can develop, and where there isn't anything, nothing much can develop.
300 میلیون سال پس از انفجار بزرگ، درون کهکشان‌های در حال شکل گیری، جاذبه در حال به هم فشردن ابرهای گاز و غبار است و باعث می شود که میزان فشار و گرما به طرز فوق‌العاده‌ای افزایش یابد. وقتی که دما به 15 میلیون درجه سانتیگراد میرسد، اتم‌های هیدروژن با شدت بالا با هم برخورد می‌کنند و عنصر جدیدی به نام هلیوم به وجود می‌آید که تشعشعات انفجار انرژی ایجاد می‌کند. به این ترتیب نخستین ستاره‌ها زاده می‌شوند. Suddenly there were these new beacons of light shining forth, pouring energy into the universe. Let there be light. این جهان اولیه هنوز یک چیز کم دارد. با اینکه میلیون ها ستاره وجود دارد، ولی هنوز سیاره‌ای در کار نیست. برای ایجاد سیاره ها و نهایتاً انسان ها، یعنی جهش بعدی که کل تاریخ را خواهد ساخت، جهان به چیزی بیش از هیدروژن و هلیوم نیاز دارد. The complicated elements, the heavier things that we build stuff out of, for example, iron or life built out of carbon and things like that, they're actually manufactured in stars. به نظر اکثر ما ستاره‌های همچون خورشید فقط منبع نور هستند، ولی در اعماق آنها اتفاقات مهمتری در حال رخ دادن است. ستاره‌ها کارخانه‌های تولید عنصرند. آنها هیدروژن را با هلیوم، هلیوم را با لیتیوم ترکیب می‌کنند و به این ترتیب 25 نوع عنصر به وجود می‌آورند که در زندگی ما از اهمیت بسزایی برخوردارند. از این موارد میتوان به کربن، اکسیژن، نیتروژن و آهن اشاره کرد. پس بیش از 12 میلیارد سال پیش ستاره ها در حال تولید عناصری بودند که منجر به شکل گیری عصر آهنگری و امکان ساخت شهرها و مشهورترین مجسمه ها را فراهم کرد. ولی با نگاه به مجسمه آزادی پی به چالش بعدی که در انتظار جهان بدبیس میبرید. گرچه چارچوب این مجسمه از آهن است، اما پوستش نیازمند ماده‌ای بسیار سنگین است که می‌بایست در ستاره‌ها ساخته شود. برای ساخت پوسته مجسمه آزادی، حلقه‌های عروسی طلا یا اورانیوم راکتورهای هسته‌ای ماده‌ای لازم است که می‌بایست در جای دیگری ساخته شود. ستاره ها انرژی لازم برای انجام این کار را ندارند. حال که این کارخانه تولید عنصر انرژی لازم را ندارد، بد نیست که منفجر شود. Just a few million years after the first stars formed, some of them exploded. Wham! این انفجارها که به ابرنو اختران مشهورند، بزرگترین انفجارهایی هستند که پس از انفجار بزرگ در جهان رخ دادند. و انرژی لازم برای ساخت عناصر سنگین در را تأمین می کند. ستارگان در نتیجه انفجارهای مهیبی که تیان خودشان را نابود می کنند، اورانیوم، طلا، مس و سایر عناصری که جهانمان را پر خواهد کرد به وجود می آورند. The periodic table of the elements is really sort of a library of matter in the universe. Those are your building blocks. Everything is coming out of that particular chemistry set. Supernovas are absolutely necessary for us to be here. You know, we have iron in our blood. We have little bits of old supernova, therefore, just floating around through us. We are all stardust. Copper and tin, Bronze Age. Without supernovas, there's no Bronze Age. Go to any supermarket and buy a multivitamin. And go and look in the ingredients. You'll find copper, you'll find zinc, you'll find selenium. You'll find all sorts of elements that can only be made in a supernova. عناصر ساخته شده توسط ستاره ها به بذرهای حیات روی کره زمین مبدل می شوند و تاریخ بشر را رقم خواهند زد. ولی هنوز در آغاز این سفر دور و درازی، پیش از اینکه حیاتی بتواند شکل بگیرد، جهان می بایست بستر مناسبی برای آن بیافریند. برای ساخت خانه مناسب باید تمامی مواد لازم را یک جا گرد آورید. Now when planets form,
It's the same thing. It's the materials that you have at hand that's going to dictate the kind of house that your planet's going to be. گردآوری تمامی مواد مورد نیاز در مکان صحیح بسیار وقتگیر است. طی 8 میلیارد سال آینده، یعنی حدود نیمی از تاریخ، کارخانه عناصر به کارشان ادامه می‌دهند. ستاره‌ها منفجر می‌شوند و از نو متولد می‌گردند. هر نسل با عناصری سنگین‌تر از نسل پیشین. تا آنکه 4.6 میلیارد سال پیش سرانجام مواد کافی برای مرحله بعدی آفرینش ما فراهم شد. ستاره جدید زاده شد. این همان خورشید ماست. به قدری بزرگ است که 99.9% گاز و غبار موجود در منظومه شمسی را به خود اختصاص داده، ولی آنقدر باقی مانده که نیروی جاذبه بتواند با آن چیزهای دیگری همچون سیاره بسازد. سومین سیاره نزدیک به خورشید خانه ما خواهد شد. وقتی کره زمین در بیش از 4.5 میلیارد سال قبل به وجود آمد، 2/3 تاریخ جهان سپری شده بود. اولین طلوع خورشید در سیاره عجیب به سرعت دیده شد. دنیایی که آنقدر سریع میچرخید که یک روزش فقط 6 ساعت طول میکشید. When you go back to the early Earth, right after the planet formed, you really have to think of the Earth as another planet. The sun would have looked out over a hellacious scene of just molten lava. And places you would see rafts of black volcanic rock. درون این سنگ‌های مذاب همه عناصر در حالتی آشفته قرار دارند. سرانجام چیزی باید به این بی‌نظمی پایان دهد و بار دیگر آن چیز جاذبه است. مواد سبکتر به سمت بالا می‌روند و پوسته جامد را تشکیل می‌دهند. در این حین مواد سنگین‌تر به سمت مرکز می‌روند و هسته مذاب آهن نیکل را تشکیل می‌دهند. این فلزات مذاب در حالت حرکت میدان مغناطیسی به وجود می‌آورند که تأثیر آن تا فضا گسترده شده است. این همانند یک میدان نیرو از خانه آتی ما در برابر ذرات باردار و خطرناک خورشید محافظت خواهد کرد. طولی نمی‌کشد که این میدان مغناطیسی امکان حیات را فراهم می‌کند و بعدها کاشفانی را هدایت خواهد کرد که دو نیمه جهان را به هم مرتبط خواهد نمود. چهار و نیم میلیارد سال قبل جسمی به اندازه مریخ با سرعت 40,000 کیلومتر در ساعت با زمین برخورد کرد. زمین بخش وسیعی از این جسم را در خود بلعید. ولی افشانه ای از پسماندهی مذاب به فضا پرتاب شد. در مدت بسیار کوتاهی، حدود 1 سال، نیروی جاذبه این پسمانده ها را در مدار چرخشی دور زمین گرد هم آورد، جایی که از آن زمان تا به حال تغییری در آن رخ نداده است. The formation of the moon was an incredibly important event in Earth's history. And in fact, its creation over 4 billion years ago is really important to the Earth's climate today. ماه زمین را ثابت نگاه می‌دارد. نیروی گرانشی آن جلوی تکان خوردن کره زمین را می‌گیرد و در نتیجه جلوی تغییرات ناگهانی آب و هوا گرفته می‌شود. برخوردی که منجر به تشکیل ماه شده باعث می‌شود تا محور زمین متمایل شود و به این طریق یکی از مهمترین شرایط امکان حیات، یعنی فصل‌ها، مهیا می‌شوند. Having seasons is very very important for the evolution of life on the earth, and having some stability in the tilt of those axes, that's very very important also for maintaining life on the earth. نیروی جاذبه ماه همچنین شروع به آرام تر کردن چرخش زمین می کند تا آنکه سرانجام 4.4 میلیارد سال پیش طول روزهای ما را از 6 ساعت به 24 ساعت می رساند.
به دلیل نبود آب، دمای کره زمین بسیار زیاد است. ولی ذرات آب به شکل بخار در اتمسفر معلقند. حال چگونه میتوان ذرات آب را از آسمان به زمین آورد؟ در هر دنیایی که امید به حیات وجود دارد، حتما باید مقداری باران نیز ببارد. با بارش باران در طی میلیون ها سال زمین خنک‌تر می شود. آنقدر باران می بارد که تالاب ها، دریاچه ها و سرانجام اقیانوس ها به وجود می آیند. از 3,800,000,000 سال پیش سیاره ما صاحب ماه و اقیانوس های ماندگار است. ولی به سختی شبیه مکانی است که ما هم اکنون آن را زمین می نامیم. زمین برای تبدیل شدن به مهد تاریخ بشریت به اتمسفری پر از اکسیژن نیاز دارد. همچنین به قاره‌های حاصلخیز که مردم در آنها به اکتشاف و پیشرفت بپردازند. چه کسی قرار است دنیای مدرن ما را به وجود آورد؟ تریلیون‌ها عدد از آنها همکنون روی پوست شما در حال خزیدن هستند. تاریخ جهان در 2 ساعت. اکنون در حال بازگویی تاریخ جهان در 2 ساعت هستیم. از انفجار بزرگ تا زمان حال، جهان مدرن ما سرنخ‌های مهمی را در مورد این تاریخ در اختیارمان قرار می‌دهد. در واقع ساختارهای این چنین ارتباط مرموزی را در خصوص نخستین حیات روی زمین در خود نهفته است. سه میلیارد و 800,000,000 سال پیش زیر سطح اقیانوس‌های بدوی، تحولی در حال شکل‌گیری است. 6 عنصر ساده از جمله هیدروژن بر جای مانده از انفجار بزرگ، اکسیژن، کربن و نیتروژن ساخته شده توسط ستاره‌ها با هم ترکیب می‌شوند تا ماده اصلی را تشکیل دهند که کل حیات روی زمین را به وجود آورده است، از جمله ما. عجیبترین آنها دی ان ای است که در شکل مارپیچیش رمزهای نهان حیات را پنهان کرده است. 700,000 سال پس از پیدایش زمین زندگی بر روی آن شروع می شود. بار آفرینش ما نه بر دوش موجودات غول‌آسا که بر دوش موجودات زنده ریزی به نام باکتری است. We're very egocentric. We think that we animals run the world, but in fact, we are very late entrants. It was an empire of bacteria long before animals. Animals come along, and we like to think that we wiped out that empire. Well, we would be dead if we wiped out that empire. I have within me an entire zoo of bacteria. در واقع تعداد باکتری‌هایی که در داخل بدن هر یک از ما زندگی می‌کند بیش از تعداد انسان‌های ساکن بر روی کره زمین است. تا میلیاردها سال آینده میکروب‌های همچون این کره زمین را تحت تصاحب خود خواهند داشت. همانند جهان بدوی ما، نخستین نشانه‌های زندگی کوچک، ساده و پر از احتمالات است. راز چگونگی انفجار بزرگ و ایجاد اشکال باور نکردنی که امروز میبینیم از جمله خود ما به آغاز زمان برمیگردند. همانطور که میبینیم کل انرژی موجود در جهان در طول انفجار بزرگ پدید آمده است. تمامی موجودات برای ادامه بقا باید سهم خود را از این انرژی بگیرند. هرچه انرژی بیشتری دریافت کنیم و به طور مفیدتر از آن استفاده کنیم، همانقدر پیچیده تر خواهیم شد. ما تقریباً کل سهممان از انفجار بزرگ را 2,200,000,000 سال است که از طریق تشعشعات خورشید به دست آورده ایم. گونه بسیار عجیبی از باکتری نحوه مصرف انرژی خورشید برای ادامه بقا را کشف کرده است. هنگام انجام این عمل، آنها مهمترین پسمانده‌های کل تاریخ جهان، یعنی اکسیژن را تولید می کنند. به زودی اکسیژن جهان را متحول خواهد کرد، ولی قبل از آن وظیفه مهمتری بر عهده دارند. دریاهای قدیمی کره زمین پر از ذرات آهنند و همه می دانند که وقتی اکسیژن به آهن می خورد چه اتفاقی رخ خواهد داد.
Here I'm a little bacterium. I've produced this oxygen molecule, and here's a big piece of iron clump. I rust it. آهن‌های زنگ زده بر روی بستر دریا جمع می‌شوند. میلیاردها سال بعد این رسوبات قولاسا به منبع اصلی آهن و فولاد جهان بدل خواهد شد. Was these iron deposits that later on drove the industrial revolution. حال می توان گفت که پل بروکلین و دیگر بناهای ساخته شده در اوایل عصر انقلاب صنعتی با بدوی‌ترین اشکال زندگی روی زمین ارتباط مستقیم دارند. زمانی که درون دریا آهنی برای زنگ زدن باقی نماند، این باکتری‌های کهن مأموریت دیگری برای انجام داشتند. آنها آنقدر اکسیژن تولید کردند که اقیانوس‌ها را پر کرد و وارد اتمسفر شد. And from then on, we have a very different planet from all the other planets in the solar system. حال حیات روی زمین خیز بزرگی برمی‌دارد. برای نخستین بار بعضی از باکتری‌ها می‌آموزند که چگونه با اکسیژن زندگی کنند. هر نفسی که می‌کشیم آیینی است که 2.5 میلیارد سال قدمت دارد. Life tends to stick with what works even over the course of billions of years. اکسیژن همه چیز را متحول می‌کند. با قدرتی که دارد به حیات روی زمین نیرو می‌بخشد. این نیرو کارآمدی 20 برابر بیشتر از سایر چیزهایی دارد که قبلا در کره زمین مورد استفاده قرار گرفته است. کاری که حیات روی زمین با این انرژی جدید می‌کند همان داستانی است که به ما ختم می‌شود. در طول 2 میلیارد سال آینده زندگی پیچیده‌تر می‌شود. آسمان آبی تر می شود. اقیانوس هایی که نورش را منعکس می کنند نیز همینطور. قاره های بزرگ و خشک ظاهر می شود. زمین کم کم به مکانی که همکنون خانه می نامیم شبیه تر می شود. ۵۵۰ میلیون سال پیش، هنگامی که زمین جشن تولد 4 میلیارد سالگیش را جشن می‌گیرد، مقدار اکسیژن موجود در اتمسفر از 0 به 13% می‌رسد. حال نفسی عمیق بکشید. زیرا حیات روی زمین قصد دارد از خود خشونت نشان دهد. این همان انفجار کمبریان است. یا به عبارت دیگر گونه زیست شناختی انفجار بزرگ. Right after you have abundant oxygen, you get size and complexity. And oxygen lets you do that. طی این محدوده زمانی پرهیجان تقریبا 30 میلیون سال است که اکثر گروه‌های حیوانی تکامل یافتند. 500 میلیون سال قبل در دریاها نخستین ماهی‌های استخواندار تکامل یافتند. این ماهی‌ها جزو اولین اجداد اصلی ما هستند. گرچه شباهت چندانی به ما ندارند، ولی اجزای بدن آنها پس از تکامل این امکان را به وجود خواهد آورد که بدن ما به شکل کلونی‌اش دست یابد. از جمله ستون فقرات و دهانی با آرواره و دندان. We owe a great deal to our fish ancestors. In fact, all vertebrates today really represent modifications of the original fish body plan. در 4 میلیارد سال اول پیدایش زمین، گیاهان و حیوانات به دریا وابستند. ولی همه چیز در حال تغییر است. اکسیژن با رفتن به لایه اوزون در برابر تشعشعات خطرناک از ما محافظت می‌کند. اولین حرکت در گیاهان به وجود می‌آید. حدود 400 میلیون سال قبل حیوانات آماده انجام این جهش می شوند. دوزیست ها جزو نخستین موجوداتی هستند که پا به خشکی می گذارند و البته ما هم جزو نوادگان آنان به شمار می آییم. The most amazing thing about animal evolution ever for me personally is that moment that first amphibian walks out of the primeval ocean onto land and takes a big gulp of air. Kind of like great 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 grandpa coming out of the ocean and seeing this fantastic world.
And it's like, hey, I can live here. Look at those trees. Look at those bugs. There's food here. I can do this. سرانجام بشر تمامی سرزمین‌های ممکن را تسخیر خواهد کرد. ولی قبل از اینکه قادر به چنین کاری شویم، اجدادمان باید آخرین وابستگی‌هایشان به آب را نیز از بین ببرند. فصل جفت‌گیری. همانند قورباغه‌های امروزی، آنها تخم‌های ژله‌ای مانند دارند که در خشکی خشک می‌شوند. ولی برخی از دوزیست‌ها بالاخره این مشکل را حل خواهند کرد. پوسته تخمای آنها تکامل می‌یابد، به نفعی که رطوبت داخل تخم حفظ می‌شود. این به ما این امکان را می‌دهد که اقیانوس را همراه با خود به خشکی بیاوریم که نشانگر تکامل دوزیست‌ها به خزندگان است. You could be 3 4 500 1000 miles away from water and still have the water in that egg in order to birth. That is the key. It cuts that final tie to the ocean. That way we could colonize the rest of the land. سیصد میلیون سال قبل در دل مرداب‌های نواحی استوایی حیات در حال شکوفا شدن است. مکانی که زمین در حال آماده سازی یک شگفتی دیگر است. با مردن گیاهان این ناحیه آنها متون فشرده و پخته می شوند. انرژی که طی انفجار بزرگ به وجود آمده بود و از طریق خورشید به گیاهان تابیده بود، حال به شکل زغال در زمین متون می شوند. حدی که میلیون ها سال بعد توسط انسان ها کشف خواهد شد. دویست و پنجاه میلیون سال پیش واقعی بزرگ رخ می‌دهد. اولین فعالیت آتشفشانی تاریخ زمین. اتمسفر با دی اکسید کربن پر می‌شود و به دنبال آن انواع مختلفی از حیواناتی که طی انفجار کامبریان به وجود آمده بودند از بین می‌روند. بیش از 70% گونه‌های روی زمین طی بزرگترین رویداد کشنده یعنی انقراض پرمیان از بین می‌روند. انقراض از جمله رویدادهای تکرار شونده تاریخ زمین است، طوری که در 500 میلیون سال گذشته 5 بار رخ داده و گونه‌های زیادی را از صحنه روزگار محو کرده است. ولی همیشه طی نظم پس از آشفتگی است که موجودات جدید ظاهر می شوند. موجودات جدیدی همچون دایناسورها. دایناسورها طی 160 میلیون سال آینده بر زمین حکمرانی خواهند کرد. در این مدت نخستین جنگل‌های چوب سخت به وجود می آیند. و پس از بیش از 4 میلیارد سال نیروی جاذبه ماه طول روزهای زمین را به 24 ساعت می رساند. در آغاز عصر دایناسورها قاره ها به هم چسبیده بودند و قاره‌ای به نام پانچه آ را تشکیل می دادند. ولی همکنون قاره ها کم کم از هم جدا می شوند. قاره آفریقا از آمریکای جنوبی جدا می شود. اقیانوس بزرگ اطلس به وجود می آید و به یکی از موانع تاریخ بشر بدل می شود، یعنی فاصله میان دنیای جدید و قدیم. ستارگان بیچون و چرای اصل دایناسورها حیواناتی همچون ترایسراتوپس و تیراناسور هستند، ولی حیوانات مهم دیگری نیز در اطراف پاهای آنها در حال دویدن هستند. If we were to trace our lineage back far enough, we would come to really small shrew-like mammals surrounded by these titans of reptile life. During that time, mammals, we were living on the fringes. We were maybe stealing dinosaur eggs, maybe just eking out an existence. So the dinosaurs kind of held us back. The biggest headline of the history of dinosaurs, which is 160 million years, is that we lost! Mammals lost. We couldn't get much bigger than a small cat.
For 160 million years, all the medium-sized, medium-big, big, gigantic, and stupendous animals were dinosaurs. For that whole time. They beat us fair and square. ولی همه چیز دوباره در حال تغییر است. ۶۵ میلیون سال قبل شیئی به طول 10 کیلومتر که به احتمال قوی یک شهاب سنگ است به زمین می‌خورد. ابری از گرد و غبار جلوی نور خورشید را می‌گیرد. دمای کره زمین رو به کاهش می‌گذارد. تمامی موجوداتی که وزنشان بیش از 23 کیلوگرم است منقرض می‌شوند. دوران حکومت دایناسورها به پایان می‌رسد. Was dying. When they went extinct, it gave the mammals time to rise. مدتی کوتاه بعد از ناپدید شدن دایناسورها، نخستین گونه‌های اصلی پستانداران ظهور یافت. همانند گونه‌های ما بعدشان، از جمله ما، در اندام این پستانداران برای داشتن ادراک عمیق، چشم‌های رو به جلو و دستانی منعطف با 5 انگشت شکل گرفت. They have 5 fingers, just like us, which means we can grasp things. If you think about other animals that don't have digits organized the way ours are, their ability to hold things, to manipulate objects, is much more limited. 50 میلیون سال قبل، اجداد پستاندار ما در سیاره‌ای که در حال گرم شدن است، در حال تکامل یافتن هستند. هوا بسیار گرم است. جنگل‌های در قطب وجود دارند. با جدا شدن قاره‌ها، آمریکا و آفریقا شکل می‌گیرند. ولی در آفریقای شمالی، مصر کنونی به زیر دریای باستانی فرو رفته است. در بستر این دریا، موجودات صدفدار کوچکی به نام نومولیت زندگی می‌کنند. صدف‌های آنها که از جنس کلسیم و کربن است، تا یه میلیون‌ها سال در کف دریا روی هم انباشته می‌شوند و سرانجام سنگ آهک را تشکیل می‌دهند. سنگ آهکی که روزی در ساخت اهرام بزرگ مصر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر از نزدیک به اهرام مصر نگاه کنید، شواهدی را می‌بینید که نشان می‌دهد این بناهای 4000 ساله از صدف‌های دریایی 50 میلیون ساله ساخته شدند. از 10 میلیون سال پیش، زمین در حال تبدیل شدن به جهانی است که اکثر ما می‌شناسیمش. رودخانه کلرادو در حال به وجود آوردن گرند کانیون است. کوههای زنجیره‌ای همچون هیمالیا به وجود می‌آیند. آنها به قدری مرتفعند که روی آب و هوا تأثیر می‌گذارند و شرایط را برای آب و هوای سردتر فراهم می‌کنند. با به وجود آمدن تنگه پاناما، آمریکای شمالی و جنوبی به هم متصل می‌شوند. در این حال اقیانوس اطلس و آرام را از هم جدا و در جریانات اقیانوسی اختلال ایجاد می‌کنند. و با این کار راه را برای وقوع عصر یخبندان هموارتر می سازد. در سیاره‌ای که روز به روز سردتر می شود، اجداد پستاندار ما به زندگی در نواحی استوایی ادامه می دهند. ولی موجود دیگری در حال ظهور است که ممکن است نابودشان کند. تاریخ جهان در 2 ساعت. 7 میلیون سال پیش، اجداد پستاندار ما بدون وجود هیچ خطری روی درختان زندگی می کردند. ولی به زودی محل زندگی آنها مورد هجوم قرار خواهد گرفت. تأثیری که این تازه وارد روی تاریخ بشر خواهد گذاشت بیش از هر موجود دیگری خواهد بود. باور کردنش غیر ممکن به نظر می‌رسد. ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که منجر به پیدایش انسان شد رویش علف بود. The grasslands appear almost simultaneously around the world. We get the African savannas. We get the Eurasian steppe lands. We get the North American prairies. We get the great grasslands of Argentina. Appearing simultaneously around the world. چمنزارهای آفریقای شرقی زیستگاه‌های جنگلی اجداد میمون ما را مورد حمله قرار دادند. با درختان کمتر و میمون‌های بیشتر، اجداد ما مجبور شدند خود را با شرایط جدید وفق دهند.
apes would notice that there's more and more apes in the same tree and less food, increasing incentives for apes to go from one patch of food to a different one separated by grasslands. Now, one way to do it is to run like hell. The other way to do it is to extend one's food sources into the grasslands and seek out the foods that are available there. در نتیجه بعضی از میمون ها از درخت ها پایین آمدند و به زیستگاه جدیدشان قدم گذاشتند. اینجا برای پستاندارانی که قادر به راه رفتن روی دو پایشان هستند مکان مناسب تری به شمار می آید. در این صورت با بالا نگاه داشتن سرشان بر روی علف ها می توانند مواظب شکارچیان دیگر باشند. ایستادن روی دو پا پیشرفت متحول کننده ای بود، چون باعث شد تا دستانمان آزاد بماند، دستانی که برای شکل دادن به تاریخ بشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دو میلیون و 600 هزار سال پیش انسان‌های بدوی روی زمینی راه می‌روند که سنگ‌هایش حاوی ماده‌ای به نام سیلیسیوم است. این ماده که میلیاردها سال قبل در هسته ستارگان تولید شده، دومین عنصری است که به مقدار فراوان در پوسته زمین یافت می شود. یکی از ویژگی‌های شیمیایی آن پیوندش با اکسیژن است که در نتیجه آن کریستال‌هایی به وجود می آید که در بافت‌های سنگ‌های جامد قرار می گیرد. در این صورت بیان که خرد شوند، می توان به سنگ‌ها تراش و در نتیجه شکل داد. Hominids started doing this 2.6 million years ago, breaking cryptocrystalline silicates to make sharp edges, and people used them for millions, literally 2.6 million years. Simply having a modified stone with a sharp edge on it, now suddenly you have a hammer. You have a crude cutting edge. A simple modified stone means a human can suddenly do 1,000 more things than we could do previously. That little extra bit of technology enabled our ancestors to persist and eventually turn into us. سیلیسیوم نخستین انقلاب تکنولوژیکی را ممکن ساخت، یعنی عصر سنگی. میلیون‌ها سال بعد از اینکه امکان ساخت نخستین ابزارهای دستی را ممکن کرد، یکی دیگر از ویژگی‌های شیمیایی سیلیسیوم بار دیگر به پیشرفت تکنولوژی کمک خواهد کرد. قدم دوم به سوی تبدیل شدن به انسان واقعی در راز کوچک سیاره ما نهفته است. در جهان شناخته شده، تجربه نشان داد که زمین دارای قدرتی نادر و ویژه است. Of all the planets and moons in the solar system, we think that Earth is unique in the ability to sustain fire. در سیاره‌ها و ماه‌های دیگر رعد و برق و گدازه وجود دارد، ولی فقط در سیاره زمین دو چیز اساسی برای سوختن آتش یافت می‌شود: ذخیره هنگفتی از سوخت در شکل گیاه و درخت، و اتمسفری پر از اکسیژن که زبانه‌های آتش را مشتعل تر می‌سازد. If fire wasn't a possibility, you'd have nothing like us running around. Homo sapiens, they made a world with fire. هشتصد هزار سال قبل اجداد ما آتش را به طور کامل تحت کنترل خود درآورد. این همان مهارتی است که ما را به آغاز جهان متصل می کند. فراموش نکنید کل انرژی طی انفجاری بزرگ به وجود آمد و کل حیات در حال رقابت است تا ما سهم خود از این انرژی را به دست آوریم. به کارگیری آتش برای پخت پز همانند داشتن معده خارجی برای هضم غذاهاست که کالری بیشتری آزاد می کند و در نتیجه انرژی بیشتری به ما می دهد و به ما این امکان را می دهد تا مغز بزرگتری داشته باشیم. همچنین آتش واپسین دریچه ایست که ما را به سوی تکنولوژی هدایت می کند. ما به زودی از آن برای تبدیل گل به ظروف، آهن به اسلحه و آب به انرژی بخار استفاده خواهیم کرد. If you don't have fire, you can't have the internal combustion engine. No fire, no metal.
No fire, no rubber. It's a technology that opens a world of possibilities for creatures that know how to use it. 200,000 سال قبل انسان مدرن به ظاهر اصلی خود دست یافت. حنجره یا همان جعبه صدا که در بالای گلوی اجدادمان قرار داشت کمی پایین تر آمد. حال می توانیم صداهای پیچیده تری را ایجاد کنیم. ما شروع به حرف زدن کردیم. برای نخستین بار می توانیم اطلاعات را با یکدیگر و نسل‌های بعدی به اشتراک بگذاریم. انسان‌ها در مقایسه با دیگر موجودات روی زمین مزیت بسیار مهمی را به دست آوردن. My grandfather said that when the elephants didn't show up, we go off and hunted zebras. Now my aunt told me that her cousin found this water hole on the other side of that river. And we can all benefit and we can all understand what they mean when they're describing what they found out on that landscape. Language changes humans from being like standalone computers to being networked computers where you can share information. Now, one doesn't need to depend on one's own personal experience. One can borrow the personal experience of anyone with whom one can communicate. That's a powerful advantage. No other creature has that. انسان‌ها به گونه‌های فوق‌العاده باهوش مبدل شدند. صحنه رقابت جهانی آماده است تا وارد صحنه شویم. از 100,000 سال پیش انسان می‌تواند حرکت کند. ما صاحب دستانی سریع و ابزارهای ابتدایی هستیم. قادر به برقراری ارتباط و کنترل آتشیم. نهایتاً آماده ایم که به سرزمین‌های فراتر از آفریقا برویم. در مسیری که میلیون ها سال در دست احداث بود. قاره های در حال حرکت منجر به اتصال قاره آفریقا و اوراسیا شدند و به این ترتیب بزرگترین خشکی به هم پیوسته زمین یعنی قاره افرو اوراسیا به وجود آمده است. این قاره با مساحت 85 میلیون کیلومتر مربع سطحی دو برابر سطح ماه دارد. این برای انسان‌های بدوی به این معناست که می‌توانند با پای پیاده به بیش از نیمی از خشکی‌های زمین دسترسی داشته باشند. Human dispersal was a crucial game changer. We are one of the few primates that live on more than one continent simultaneously. So what that means is that we're better insulated from the kinds of things that cause big mammals to become extinct than other primates are. It's extinction insurance. Dispersal is extinction insurance. ولی همین که جهان خود را آماده پذیرش انسان می کند، سیاره زمین از ما روی برمی گرداند. عصر یخبندان آغاز می شود. حال به شکل جدید ما را می آزماید. 50,000 سال قبل یخچال‌های طبیعی قطب شمال شروع به پیشروی می کنند. به طور همزمان انسان‌ها به اکتشاف کره زمین ادامه می‌دهند و وارد چین و استرالیا می‌شوند. 30,000 سال قبل انسان‌ها برای نخستین بار وارد اروپا می‌شوند. 20,000 سال قبل هنگامی که یخ‌های قطب شمال در اوج گسترش خود هستند، انسان‌ها وارد دشت‌های سرد سیبری شمالی می‌شوند. علی‌رغم ناملایمات عصر یخبندان انسان زنده میماند و آخرین مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به انسان واقعی را گسترش می‌دهد. راز این استعدادها در این نمادها نهفته است. ما دستخوش یک جهش ذهنی شده‌ایم. هم‌اکنون قادریم به فراتر از حال و آینده بیندیشیم. فراتر از آن چه فقط برای بقا لازم است. We can only start saying we have an organism that is human, that is the same as us, when we start seeing evidence of symbolic thought. It's when we start seeing a picture of a cow that everybody will recognize as the picture of a cow. Because only when we start seeing all of those things can we say that is a human. People or creatures that think like us, that see the world in the same way as us. And from that moment on, human history was marked to be radically different to any other species on this planet.
حال که بخش عمده از آب زمین به شکل یخ در آمده، سطح دریاها به 90 الی 120 متر رسیده است. آخرین مانع بزرگی که بر سر پراکنده شدن انسانها وجود داشت نیز از میان برداشته شده. از طریق تنگه برینگ از سیبری وارد آمریکای شمالی می شویم. همکنون در حال بازگویی تاریخ جهان در 2 ساعت هستیم و فقط در طول 1 ساعت گذشته 13 میلیارد سال را سپری کرده ایم. این همه سال آمادگی به بشر این امکان را می دهد که نهایتاً ظهور کند و در سرتاسر کره زمین پراکنده شود. حال تاریخ بشر می تواند به همان شکلی که می دانیم آغاز شود. تاریخ جهان در 2 ساعت. تاریخ جهان با شروع زمان یا همان انفجار بزرگ آغاز شد. او ما را با خود به سفری 14 میلیارد ساله برد. حال که انسان ها وارد صحنه اصلی شدند، بد نیست بدانیم که مقدار جزئی از این تاریخ به ما تعلق دارد. برای ساده تر کردن کارمان، نخست بهتر است تاریخ 14 میلیارد ساله را فقط 14 سال تصور کنیم. On this scale, the Earth would have existed only for the past 5 years. So that's about a third of the history of the universe. Large complex creatures would have developed 7 months ago. On this scale, dinosaurs went extinct only about 3 weeks ago. The entire recorded history of humans would span only the last 3 minutes. Modern industrial societies, the Industrial Revolution effectively, 6 seconds ago. What this shows me is that we humans have been around for only a very brief instant in the recorded history of the universe. بشر میلیاردها سال منتظر بوده تا برای لحظه کوتاه همانند ستاره‌ای بدرخشد و سیاره در حال تکامل ما سیر آرام نظم دادن به عناصر را به نفعی انجام داده است که امکان ظهور بشر میسر گردد. ده هزار سال قبل از میلاد مسیح، یعنی کمتر از 100 هزار سال بعد از خروج از آفریقا، او وارد آمریکای جنوبی می شود. انسان‌ها ناملایمات اصل یخبندان را پشت سر می‌گذارند و به جای مردن با شرایط وقف می‌یابند و با هوش‌تر از قبل می‌شوند. حال در سرتاسر این کره خاکی ساکن شده ایم. از سواحل تا قله کوه‌ها، از دشت‌های یخی تا صحراها، همه جا پر از انسان است. Our closest living ancestors, chimpanzees, live in the tropics. They only live in the tropics. Humans have managed to colonize the entire globe. اصل یخبندان به بشر این امکان را داد تا در سرتاسر جهان پراکنده شود. ولی حالا یخها کم کم آب می شوند و سطح دریاها دوباره بالا می آید. انسان ها در دو نیم کره وسیع و جدا از هم گیر می افتند و از هم جدا می شوند. حال باید از امکانات موجود به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. با پسروی یخچال‌های طبیعی، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و خلیج‌ها و کم و بیش نقشه‌ای که با آن آشنا هستیم به وجود می‌آید. بارش زیاد باران منجر به طغیان دریاچه‌های ویکتوریا و آلبرت در آفریقا و رودخانه نیل در مصر می‌شود. در اوروسیا رودخانه‌های دیگری به وجود می‌آیند. رودخانه‌های دجله و فرات در بین النهرین یا همان عراق کنونی، رودخانه ایندوس در پاکستان امروزی و رودخانه های هوانگ هو و یانگتسه در چین. These river valleys become critically important for how human history will now be played out following the retreat of these ice sheets. اینها دره‌های رودخانه‌ای است که آب و خاک‌های حاصلخیزشان امکان پاشیدن اولین بذرهای تمدن روی زمین را ممکن خواهد کرد. پس از عصر یخبندان با افزایش دمای زمین تعداد گیاهان و حیوانات نیز افزایش می‌یابد. سرانجام انسان دست از نقل مکان برمی‌دارد و برای همیشه در یک جا ساکن می‌شود. تعدادشان افزایش می‌یابد.
با افزایش نیاز به غذا اجداد ما میبایست باهوشتر شوند. They had to find a way to increase the amount of food they could get from the surroundings. حال زمان کشفی فرا رسیده که برای همیشه کره زمین و مسیر بشریت را متحول می‌کند. منشأ بذرهایی که ما میپاشیم همان گیاهانی است که میلیون‌ها سال پیش منجر به تکامل ما از میمون به انسان شد. قهرمان ناشناخته تاریخ بشر یعنی علف و گیاه. A grass seed is tiny, right? It's no food. I can hunt a bison or I can take grass. I'm going to hunt a bison, right? Ironically, grass seeds become the most important food crops in the world, but they're the things that are ignored by hunter-gatherers for thousands and thousands of years. People don't start using them until they absolutely have to use them. Some of the species of grass that we are most familiar with includes sugarcane. It includes wheat and rye and barley. All of the cereal crops are types of grass. So it's not just that beautiful green lawn that we measure our middle class success from. It's also the staple crop upon which civilization depends. It is the majority of our calorie intake. همان گونه که گفتیم همه چیز ریشه در انفجار بزرگ داره. مهمترین بخش داستان حیات رقابت برای به دست آوردن انرژی ایجاد شده در آغاز زمان است. همانطور که اکسیژن امکان زنده ماندن را فراهم کرد، آتش امکان صرف کالری بیشتر را داد. تمایل به کشاورزی نوعی انقلاب در زمینه انرژی به شمار می رود. گردآورنده یا شکارچی برای امرار معاش، یعنی کسب انرژی کافی برای زنده ماندن از طریق گیاه و گوشت، به محدوده‌ای به مساحت 26 کیلومتر مربع نیاز دارد. اکنون یک کشاورز قادر است از انرژی خورشید استفاده بهینه کند و نیازهایش را با استفاده از یک چهارم آن برآورده سازد. طی افزایش دما بعد از عصر یخبندان، کشاورزی در مناطق زیادی از کره زمین رواج پیدا کرد. ولی به لطف موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منطقه حاصلخیز بین النهرین، هیچ کدام از مناطق دنیای باستانی تراکم گیاهی و حیوانات رام شونده بهتری از آنجا نداشت. In the Middle East, we have this remarkable convergence of species that seem to have been susceptible to domestication, both plants and animals. In terms of animals, we're talking about cattle, pigs, sheep, and goats. In terms of plants, two varieties of wheat, rye, barley, lentils, figs, all in this very small part of the world. برخلاف بین النهرین حاصلخیز و باقی افرو اوروسیا، در مناطقی همچون آفریقای سیاه و آمریکا گونه های وحشی رام شونده بسیار کمی وجود دارد. این تفاوت بسیار مهمی است. افرادی که در میان ترکیب درستی از حیوانات و گیاهان هستند قدرتمندتر خواهند شد و با ثبات بیشتری قدم در مسیر دنیای مدرن می گذارند. از حیوانی است که در صورت رام شدن باعث می شود تا فرد از امتیازی بی نظیر برخوردار شود. کمتر کسی از این واقعیت مطلع است که گرچه نخستین گونه های اسب در آمریکا تکامل یافتند، ولی همراه با بسیاری از پستانداران دیگر حدود 10,000 سال قبل از میلاد از بین رفتند. There were at least 3 species of ice age horses in North America, maybe more. Some as small as ponies, some as big as Clydesdales. And they had evolved in North America for 40 million years. They're part of the whole history, and then they're gone. این حیوانات قدرتمند پیش از آنکه توسط نخستین ساکنین آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گیرند از بین رفتند. Fortunately, before that happened, large numbers of horses escaped back across the Bering Strait land bridge and spread out across the great grasslands, the steppe lands of central Eurasia. فراری کوچکی که تأثیری عمیق بر تاریخ بشر گذاشت. حدود 4,000 سال قبل از میلاد مسیح، بادیه نشین های آسیای مرکزی جز نخستین کسانی بودند که رام کردن اسب ها را آموختند. اسب های رام شده در سرتاسر اوراسیا مورد استفاده قرار می گیرند و باعث می شوند تا همه چیز از کار تا جنگ پیشرفت کنند. مطمئناً هیچ حیوان دیگری تأثیر بزرگتر از این بر روی تاریخ بشر نگذاشته است. و
و این زنجیره تا 5000 سال بعد کامل نشده بود که سرانجام کریستوف کلمب در سفر دومش به آمریکا همراه با خود چندین اسب آورد. پس از مرگ اسب‌ها که 10000 سال پیش رخ داد، اسب‌های او نخستین سومدارانی بودند. 6000 سال قبل رام کردن حیوانات و گیاهان صحنه را برای فاز دوم تاریخ بشر آماده می‌کند. همانند غبارهای بین ستاره‌ای که منجر به پیدایش ستاره‌ها شد، در مناطقی همچون سومر واقع در بخشی از منطقه حاصلخیز مشهور به بین النهرین، نوعی جاذبه است که مردم را به آنجا می‌کشد. جمعیت زیادی را در خود جای می‌دهد و به مرکز قدرت و خلاقیت بدل می‌شود. در 3000 سال قبل از میلاد مسیح برخی از این سکونتگاه‌های سومری را میتوان نخستین شهرهای تاریخ بشر نامید. یکی از آنها اوروک است که در کمتر از 2.5 کیلومتر مربع حدود 50000 نفر زندگی می‌کنند. تراکم جمعیتی که با نیویورک امروزی برابری می‌کند. انسان‌های این منطقه به قدری در کسب انرژی از منابع غذایی کارآمد شدند که این منطقه که زمانی می‌توانست فقط نیاز یک شکارچی گردآورنده را برآورده سازد، حالا می‌تواند نیاز هزاران نفر از آنها را تامین کند. ولی تغییر کوچک در رژیم غذایی وابستگی جدید دیگری را به وجود می‌آورد. Once you moved to agriculture, you were depending for 80-90% of your calories on perhaps one or two species. In the case of the Middle East, wheat and barley. In the case of wheat and barley, they both ripen at about the same time. Humans have to gather the seeds at the same time. So now we have our food for the year that has arrived in one hit. It's like getting your salary paid once a year. You need to record it, you need to plan, because if inevitably your crop fails, you have famine, and you're not going to have another go for another 12 months. در این شهرهای ابتدایی، محصولات کشاورزی همچون طلا با ارزشند. اجدادمان برای نظارت بر مصرف آنها، برای نخستین بار دست به نوشتن زدند. برای حفاظت از آنها، اولین ارتش‌ها شکل گرفتند. و برای توزیع آنها اولین سیاست‌گذاری ها صورت گرفت. When you have hundreds or thousands of people who are living together, there's simply too many people to sort of run around and create a census. It creates a need for government. It creates a need for some form of social and political hierarchy. کاشت دانه ها انسان مسیر جدیدی سوق داد. این مناطق مسکونی به شهر تبدیل شدند. ولی برای برداشتن قدم مهم بعدی به سوی تمدن به کمک موجودی بسیار عجیب نیاز خواهیم داشت. تاریخ جهان در 2 ساعت. 5000 سال قبل، پس از آنکه بشر به مدت بیش از 100000 سال روی زمین خانه به دوشی کرد، کم کم در یک جا ساکن می شود. آنها در کنار رودخانه های همچون دجله و فرات، نیل، ایندوس، هوانگ‌هو و یانگ‌تسه جمع می شوند. حال کم کم زمان به وجود آمدن تمدن های مختلف است. ولی قبل از آن آنها باید تجارت کردن را بیاموزند. هرچه بیشتر معاوضه کالا انجام دهند و از سرزمین های دیگر چیزهای تازه تری بیاموزند، سریع تر رشد می کنند. It seems that long-distance trade and communication is a necessary precursor to allow urban civilization as we know it. و به طرز باور نکردنی، اولین تمدن‌ها بعد از موجودی ظهور کرد که در دنیای مدرن مطلوبیت چندان زیادی ندارد. این موجود همان چهارپا الاغ است. کاروان‌های الاغ وسیله ارتباط بین شهری پرسرعت آن دوره به شمار می‌آید. مسیرهایی که آنها طی می‌کنند اساس دنیای مدرن را تشکیل می‌دهند. یعنی علاوه بر جابجایی کالاهایی همچون الوار و برونز، افکار و داستان‌ها را نیز انتقال می‌دهند که به همه آنها در انجیل اشاره شده است. مسیر این کاروان‌ها در خلیج فارس به هم می‌رسد. یعنی محل ارتباط با کشتی‌هایی که کالاها را با خود به هندوستان می‌برند.
It essentially brought these civilizations together into great cultural and material exchange, and really was the beginning of the trend towards globalization. این نکته کلیدی است که با توجه به آن می توان دنیای امروز را درک کرد. درست همانند اولین تمدن‌ها، ما نیز به تجارت می پردازیم و تشکیل شبکه می دهیم. این شبکه ها مراکز را به وجود می آورند و در طول تاریخ در مرکز بودن همواره معنای واحد داشته. The amount of ideas, the amount of cargo that passes through a region seems to have a direct correlation to how powerful and important they are. 2000 سال قبل از میلاد مسیح بشر از مرحله زندگی در کلبه‌های محقر به مرحله ساخت بناهای بزرگ راه یافته است. در آفریقا اهرام بزرگ مصر از ساحل رود نیل سر بر می‌آورند. نخستین مراحل ساخت استونهنج در بریتانیای باستان شروع شده و در سومر معابد معروف به زیگورات به سوی بهشت برافراشته شدند. برای اتصال این سازه‌های عجیب به یکدیگر، سازندگان سومری از ماده‌ای کمک می‌گیرند که در بستر رودخانه فرات نشت می‌کند. نام آن بیتومن یا همان قیر است که امروز به عنوان آسفالت به کار می‌رود. این ماده نخستین محصول نفتی است که توسط انسان‌ها به کار گرفته شده. در حالی که در نظر انسان‌های باستانی غیر ماده‌ای با ارزش محسوب می‌شود، ولی ماده سبک‌تر و رقیق‌تری که همراه با آن از زمین تراوش می‌کند، ماده‌ای مزاحم تلقی می‌گردد، چرا که خیلی راحت آتش می‌گیرد. انسان‌های باستانی آن را نفتا می‌نامند که همان بنزین امروزی است. این ماده یکی از نخستین نشانه‌های وجود چاه‌های نفتی است که روزی مهد تمدن را به مرکز ثروت و جنگاوری مبدل خواهد کرد. آثار این تمدن‌های بدوی را می‌توان در اشکال باورنکردنی دید. سیستم شمارشی سومری‌ها به جای عدد 10 بر اساس عدد 12 بود و به همین دلیل است که روزهایمان را به دو بخش 12 ساعته، ساعت‌هامان را به 60 دقیقه و دقیقه‌هامان را به 60 ثانیه تقسیم کرده‌ایم. گویا چرخ را هم سومری‌ها اختراع کردند که نهایتاً منجر به اختراع دیگری خواهد شد که سیر تاریخ بشر را متحول می‌کند، یعنی عرابه. Thus bringing together the Sumerian invention of the wheel, with the domestication of the horse that had occurred amongst these nomadic peoples into this really formidable piece of military technology. حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح برخورد تمدن‌های سوار بر عرابه راه‌های تجارت را به قصد مصر و قلع می‌برند. فلزاتی که برای ساخت ابزار و سلاح‌های برنزی نیاز داریم. ولی خوشبختانه ستاره‌ها برایمان فلز دیگری ساختند. حال آهنگران به کشفی مهم دست می‌یابند. با کار کردن در دماهای بسیار بالا آنها می‌توانند انرژی این فلز باستانی را آزاد کنند. فلزی که روی زمین 700 بار بیشتر از مس یافت می شود و باز سیر تاریخ را متحول می کند. بشر وارد عصر آهن می شود. همین که به اولین هزاره قبل از میلاد می رسیم، تاریخ ما را به سفری مهیج می برد. از زمان انفجار بزرگ تا تشکیل زمین و اولین موجودات و ظهور انسان، دیدیم که عصر یخبندان پلی ساخت که از آن طریق انسانها در سرتاسر کره زمین پراکنده شدند. سپس در قاره‌های جداگانه ما را به دام انداخت تا با هر آنچه در دست داریم جلوی انقراض بایستیم. پس تا 1000 سال قبل از میلاد جهان مکانی تکه تکه است. شبکه تجاری که اکثر قسمت‌های اوراسیا و آفریقای شمالی را به هم متصل کرده هنوز به صحراهای خشک یا اقیانوس‌های وسیع رخنه نکرده است. حرکت قاره‌ها باعث شده تا عده‌ای در مناطق همچون آفریقای سیاه یا آمریکا از بقیه جدا بیفتند و با محدود گیاهان و حیوانات رام شونده‌ای که در دست دارند برای زنده ماندن به روش‌های کهن‌تری متکی بمانند. ششصد سال قبل از میلاد مسیح سوار نظام ها وارد صحنه می شوند. انسان ها برای نخستین بار بر پشت اسب ها به سوی جنگ می شتابند.
می‌بینیم که اهلی کردن اسب چه امتیازات بزرگی را در اختیار انسان قرار داده است. حال با در دست داشتن سلاح‌های آهنین دیگر کسی نمی‌تواند جلودارش شود. These advances in technology, they don't just make a fighting ability possible. They make empires possible. و این موضوع داستان‌های هزارهای بعدی خواهد بود. با فناوری جدید و تدارکات پیشرفته، امپراتوری‌ها گسترش می‌یابند و نواحی وسیع تحت نظارت یک سیستم مرکزی به هم می‌پیوندند. با رشد امپراتوری‌ها، ادیان جدید نیز ظهور می‌کنند. One interesting phenomenon we see with the rise of these empires is this idea of monotheism. This idea of a universal god that develops over time, and it's just a phenomenon. اول از همه دین یهودیت ظهور می‌کند و پس از آن مسیحیت و اسلام. آیین بودا و هندو نیز به وجود می‌آیند. پنج مذهب اصلی که امروز وجود دارند همگی ریشه در این عصر استثنایی دارند. گرچه امپراتوری ها همچنان در حال گسترشند، ولی انزوای برخی از قدرت های بزرگ همچنان ادامه دارد. به وجود آمدن کوههای هیمالیا در 50 میلیون سال قبل جلوی داد و ستد چینی ها با سایر قسمت های جهان را گرفته است. ولی این شرایط نیز به زودی تغییر خواهد کرد. حدود 100 سال قبل از میلاد مسیح امپراتوری چین برای یافتن متحد برای خود نمایندهی به غرب می‌فرستد. جاده هایی که از آنها گذر می کند جاده ابریشم نام می گیرند. شبکه تجاری بزرگی که چین را از طریق آسیا به امپراتوری روم متصل می کند. چین نیز به دنیا ملحق می شود. As far as we know, no Chinese trader ever met a Roman. No Roman ever met a Chinese trader, at least during this first period of the Silk Roads. But this vast trade then began to explode between about 100 BC and about 200 AD, we have three centuries of trade and cultural exchange on a level that has not been seen before in human history. برای این شبکه انسانی جدید هم خطرات نهفته‌ای در کمین دارد. بیماری‌های مصری که بعضی‌ها آنها را علت از بین رفتن امپراتوری‌های روم و چین می‌دانند. اما این شبکه‌ها باعث گسترش ادیان نیز شدند. در سال 312 میلادی امپراتور روم کنستانتین به مسیحیت گرویید و راه را برای تسلط آن بر اروپا و غرب هموار ساخت. سه قرن بعد دین اسلام ظهور کرد، دینی که برای مدتی منطقه‌ای 2.5 برابر بزرگتر از روم را متحد کرد. تجارت عرب‌ها به هزار سال آینده خلاقیت خواهد بخشید و شبکه جهانی را به جاهایی که قبلا نرفته بود خواهد کشاند. The Arabs are sitting in the middle of Afro-Eurasia. There are Arab traders who are sailing off to China. There are Arab traders who are traveling all the way to the Atlantic Ocean. So they are sitting in the middle of the hub. یکی از رازهای تجارت اعراب همان شتر است. موجودی که اجدادش همچون اسب از طریق تنگه برینگ از آمریکای شمالی به بیرون فرار کرده. کاروانی متشکل از 6 شتر میتواند روزانه حدود 2 تن بار را تا 100 کیلومتر حمل کند. این مقدار دو برابر باری است که کاروانی از الاغ‌ها میتوانند در دو برابر این مدت جابجا کنند. برای نخستین بار کاروان شترها راه‌های قابل اطمینان تجارت را در طول صحرای خوفناک آفریقا باز می‌کنند و این منجر به تشکیل اولین کشورهای غرب آفریقا می‌گردد. تجارت اعراب گسترش می‌یابد. از صحرای آفریقا به روم نمک و از آسیای شرقی به هندوستان برنج میبرند. اسرار ساخت کاغذ را از چین به اروپا میبرند و هزاران هزار نوآوری و ایده را به سرتاسر جهان منتقل میکنند. Where does our word for lemon come from? Where does our word for coffee come from? They're all Arabic.
because the Arabs brought a huge number of food crops into Europe. Oranges, citrus crops, they come from South China. Yet they don't make it to the West until the Great Age of the Arabs. در کشور مسلمان آفریقای شمالی یک تاجر ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی راه و رسم تجار عرب را به خوبی آموخته بود. او سیستم شمارشی ساده ولی مبتکرانه ای را می‌آموزد که ریشه در هندوستان دارد، اما به طور گسترده توسط اعراب مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوشته‌های او این دانش را در طول اروپا و سرتاسر جهان منتشر می‌کند. هنگامی که همه عمل شمارش را به یک طریق انجام دادند، تجارت و داد و ستد اوج گرفت و به خاطر فیبوناچی است که امروز همه مردم جهان از ارقامی که به ارقام عربی مشهورند استفاده می کنند. ولی تجار عربی ایده دیگری را نیز در جهان رواج خواهند داد، چیزی که حتی تاثیرگذارتر از ارقام عربی است. این ایده در حدود سال 800 میلادی در چین به وجود آمد. یک کیمیدان چینی که در جستجوی اکسیر زندگی است، به جای آن ماده‌ای را کشف می‌کند که منجر به مرگ ناگهانی می‌شود. او کربن و سولفور را با شوره مخلوط می‌کند، ترکیبی ساخته شده از پتاسیم، نیتروژن و اکسیژن. این مواد که حال با هم ترکیب می‌شوند، ماده‌ای به نام باروت را تولید می‌کنند. نحوه ساخت باروت سرانجام از طریق جاده ابریشم به دنیای اسلام راه می‌یابد، جایی که جنگجویان مسلمان از آن برای پرتاب از توپ به سوی جنگجویان مسیحی استفاده می‌کنند. اروپایی‌ها با استفاده از این فکر تفنگ‌های باروتی می‌سازند. در 1492 میلادی کره زمین نزدیک به 400 میلیون نفر جمعیت دارد، ولی هنوز به دو قسمت تقسیم شده است. در قاره آمریکا تمدن سرخپوستان آستک، مایا و اینکا همگی ظهور یافتند. با این حال در آن سوی جهان در پی سقوط امپراتوری روم، اروپا از هم می پاشد و به کشورهای مجزا تقسیم می شود. برای کریستوف کلمب ایتالیایی این بدان معناست که او میتواند از وارثین و حکمرانان اروپایی درخواست کمک مالی کند و سرانجام شاه و ملکه اسپانیا را متقاعد میکند تا از اکتشافات او حمایت کند. کریستوف کلمب برای عملی کردن سفر اکتشافیش از کل تاریخ زمین کمک میگیرد. برای حرکت با نیروی باد او از بادبانهای سه گوش استفاده میکند، فناوری که از اعراب آموخته است. برای مسیریابی از قطب نما کمک میگیرد، اختراعی که از چین آمده، و برای هدایت سوزن قطب نما از میدان مغناطیسی ایجاد شده در هسته کره زمین بهره میبرد. گرچه کریستوف کلمب برای سفر به هندوستان دنبال روش جدید در دریانوردی بود، ولی کاری که به جایان انجام داد نهایتاً دو نیم کره زمین را برای همیشه به هم متصل کرد. این سفر دریایی فقط برای تاریخ آمریکا پر اهمیت نبود. همونطور که در ادامه می‌بینید، این مهمترین رویداد تمام تاریخ بشر است. هیچ چیز دیگر مانند گذشته نخواهد بود. تاریخ جهان در دو ساعت. از زمان پایان عصر یخبندان تا بیش از 15,000 سال بعد، گروه‌های زیادی از انسان‌ها در نقاط مختلف جهان منزوی مانده بودند. حال همه چیز در حال تغییر است. The voyage of Christopher Columbus in 1492 is taught as one of the most significant events in American history. In fact, it's one of the most significant events in all of human history. Prior to that voyage, the great world zones had existed largely in isolation. By crossing the Atlantic, Columbus opens up the vast American world zone, these two enormous continents of North and South America, with the millions of people that are living there, the resources that are available. And for the first time, people living in Eurasia become aware of this other part of the world. Until the voyage of Columbus, these people may as well have been living on different planets, so isolated were they.
شبکه تجاری که با اولین تمدن‌ها شروع شده بود و اروپا، آسیا و آفریقا را به هم متصل کرده بود، حال سر از آن سوی اقیانوس اطلس در می‌آورد. در این شبکه جدید و وسیع جهانی، قطب‌های جدید در حال شکل‌گیری‌اند و بار دیگر قدرت دست به دست می‌شود. For most of the last 2000 years, Europe hasn't been that important. Then we get the age of Columbus, and what do you know? This is exactly the time where we see the rise of the West. This is when the West starts taking over, when it gets itself smack bang in the middle of the biggest exchange network the world has ever seen. حال محصولات غذایی این قاره‌های نوپا در سرتاسر جهان پخش می‌شوند. ذرت آمریکا به مصر و چین می‌رود. سیب زمینی آمریکای جنوبی با خاک‌های ایرلند و روسیه سازگاری نشان می‌دهد. بذرهای گندم بین النهرین شکم آمریکایی‌ها را سیر می‌کند. محصولات غذایی جدید به معنای کالری و انرژی بیشتر است. سه قرن بعد از سفر کلمب، جمعیت جهان دو برابر شده و به 900 میلیون نفر رسیده است. ولی بی‌عدالتی صورت گرفته در خصوص این دو قاره دور افتاده بار دیگر به نحوی تکرار می شود. استعمارگران اروپایی، وارثین کشاورزی و حیوانات بین النهرین و تجارت گسترده شده در طول شبکه‌های وسیع دنیای قدیم، اسلحه به دست، سوار بر اسب ها و همراه با بیماری‌های مصری وارد آنجا می شوند. نتیجه قتل عام عمومی است. در سالهای بعد از اولین سفر کلمب، 95% جمعیت بومی آمریکا به خاطر اسلحه ها و میکروب های اروپایی ها جان می سپارند. وقتی که دو نیمکره به هم متصل شوند، هیچ چیز دیگر مانند قبل نخواهد بود. به عنوان مثال، داستان باور نکردنی شکر را در نظر بگیرید. از لحاظ شیمیایی، قند غذای اصلی مغز ماست، ماده ای که از لحاظ بدنی به آن نیاز داریم. شکر خام عمدتاً از نیشکر به دست می آید. بار دیگر علف نقش اساسی در داستان بشریت ایفا می کند. نیشکر 6000 سال قبل برای نخستین بار در آسیا کشت شده بود. در طول جنگ های صلیبی، اروپایی ها شکر را در بین النهرین کشف کردند و آن را با خود بردند. در همه جای اروپا آن را امتحان کردند، ولی نیشکر عملاً در هیچ کجا رشد نکرد. Then we have Christopher Columbus and the discovery of the New World. And the Spanish conquistadors, yes, they initially are very interested in the gold and the silver, but really, they just want to make it rich. They don't care how they're going to make it rich. And once the gold and the silver has been looted, the next step is to open sugar plantations. The Spanish themselves don't want to work in the sugar plantations. They start looking around for a new labor force. And over on the other side of the Atlantic, there is a place where they can buy slaves. And if we look at the history of slavery, the number one destination of slaves from Africa are sugar plantations. So the history of sugar shapes the development of history through the Middle East, through the Crusades, through the conquest of Mesoamerica, and even the history of slavery from Africa to the Americas. در سال 1700 میلادی بشریت به مانع برخورد. اکثر انسان‌ها همانند اجداد باستانیشان به زندگی ساده خود ادامه می‌دادند. When you think back to the world in 1700, most people were farmers, most people practiced small-scale subsistence agriculture, most manufacturing was done in workshops. در سال 1700 یک سال طول می‌کشد که یک محموله یا خبر به آن سوی جهان برسد. طولانی تر از آنچه امروزه می توانیم تا آن به کره مریخ برویم. چیزی که ما را عقب نگه داشته بود، منبع تامین نیروی کاری ما بود. 2000 سال قبل از میلاد مسیح در مصر 90% کارها با نیروی انسانی انجام می شد. بقیه هم بر عهده حیوانات بود.
در سال 1700 میلادی نیز در اروپا بیشتر کارها یعنی 70% هنوز توسط زور بازوی انسان انجام می گرفت. زور بازو به تنهایی نمی تواند راه را به سوی عصر مدرن باز کند، ولی ماده معجزه آسای دیگری در اعماق زمین نهفته است. حال که بازگویی تاریخ جهان به بخش‌های پایانیش نزدیک می‌شود، بشریت به مانع برمی‌خورد. پیشروی بشر به دلیل محدودیت‌های جسمیش از حرکت وامانده. برای غلبه بر موانع، ما و کل تاریخ جهان به یک منبع جدید انرژی نیازمندیم. اگر به یاد داشته باشید، میلیاردها سال قبل آهن حاصل از انفجار ستارگان هنگام شکل‌گیری کره زمین روی آن جمع شده بود. هزاران سال بعد بشر از این آهن در ساخت ابزارها و اسلحه‌ها استفاده کرد و برای گرم نگه داشتن کوره‌های آهنگری شروع به بریدن درختان جنگل نمود، تا آنکه 300 سال قبل در انگلستان آهن به شدت مورد نیاز بود و تعداد درختان رفته رفته کمتر می‌شد. انگلیس‌ها به یک منبع جدید سوخت نیاز داشتند و به لطف بقایای پوسیده سرخس‌های باستانی به یک مورد خاص دست یافتند: زغال. ولی زغال به تنهایی نمیتواند بشریت را به سوی دنیای مدرن پیش ببرد. اما این داستان نقطه عطف مهم دیگری خواهد داشت. همچنان که معدنچیان در جستجوی زغال به اعماق بیشتری میروند، آب تونل‌هایشان را میگیرد. برای پمپاژ آب به بیرون از تونل به اختراع جدید نیاز است. در 1712 تاماس نیوکامن پمپی میسازد که با سوزاندن زغال و انرژی بخار کار میکند. این دستگاه نیوکامن اولین موتور بخار محسوب می شود. ترکیب انرژی و موتور، سوخت و دستگاه است که بشر را از محدودیت های جسمیش می رهاند و جهان را متحول می کند. آنگاه انقلاب صنعتی همگام با انقلاب های سیاسی آمریکا و بعدها فرانسه آغاز می شود. این انقلاب تکنولوژیکی برای همیشه چشمانداز جهان را متحول می‌سازد. And before long the Atlantic world has become the new economic, therefore cultural, therefore political, therefore military leader and will utterly dominate global geopolitics from that moment to this. قطارها در اطراف شهرها حرکت می‌کنند. تا دهه 1870 موتور احتراقی ساخته می شود و به دنبال آن آلمانی ها اتومبیل را اختراع می کنند. نفتی که زمانی به عقیده انسان های باستانی آنقدر سریع آتش می گرفت که به هیچ دردی نمی خورد، حالا مهمترین کالای روی زمین شده و اکتشافات بیشتری را ممکن می سازد. تلگراف و تلفن پیام‌های بیشتری را با سرعت برق و باد جابجا می‌کنند. با اختراع برق، بشر شب را از تاریکی پس می‌گیرد. حالا همه چیز دچار تغییر می‌شود. در سال 1800 میلادی، اروپایی‌ها و نوادگانشان کنترل 35% خشکی‌های زمین را به دست می‌گیرند. تا سال 1900 میلادی این مقدار به 85% می‌رسد. و در قرن بیستم سوخت‌های فسیلی و موتورهای درون‌سوز به همه چیز توسعه می‌بخشند، حتی به جنگ و خونریزی. That technology meant that military power and military conquest was something that could be international. International in a way that it had never been before. تلفات جنگی قرن بیستم سه برابر کل کسانی بود که در 2000 سال گذشته تاریخ بشر کشته شده بودند. The application of the industrial skills, the industrial technologies of the 18th century reached their culmination, I think, with these extraordinary events. And it's all being driven again by the micro-fossilized bodies of organic entities that disappeared into ancient swamps. Millions and millions of years ago. انقلاب صنعتی همچنین باعث شد تا جمعیت انسان‌ها افزایشی چشمگیر داشته باشد. در طول تاریخ 200,000 ساله بشریت، یعنی از پیدایش بشر تا سال 1900 میلادی، جمعیت انسان‌ها به 1,600,000,000 نفر رسیده بود.
حال در دوره 100 ساله قرن 20 چهار برابر شده و به بیش از 6 میلیارد نفر رسیده است. The 20th century is the most extraordinary moment in human history. Never before have we seen change on such a scale. هم‌اکنون جمعیت انسان‌ها به 7 میلیارد نفر رسیده است. ما به حاکمان اصلی کره زمین بدل شدیم. در مقایسه با اجداد 10,000 سال قبلمان یاد گرفتیم که 50,000 برابر بیشتر از آنها انرژی را تحت کنترل خود داشته باشیم. این انرژی به محرکه اصلی زندگی پرسرعتمان و شبکه جهانگستر مبدل شده. شبکه‌ای که از لحظه ظهور انسان‌ها بر روی زمین در دست ساخت بوده است. داستان 2 ساعته ما در حال پایان است. داستانی که حقیقتاً هم 14 میلیارد سال قبل از جهان خرد آغاز شد. جهانی که همه چیز را در خود داشت. سپس انفجار بزرگ رخ داد و کل انرژی موجود در یک لحظه به وجود آمد. تا میلیاردها سال ستارگان و ابرنو اختران تمامی عناصری را که قرار بود روزی لازم داشته باشیم به وجود آوردند. سپس سیاره‌ای بسیار بزرگ تشکیل یافت و در موقعیتی بسیار مناسب برای زندگی قرار گرفت. با تکامل یافتن سیاره زمین، حیات برای به دست آوردن انرژی به رقابت پرداخت و رفته رفته پیچیده تر شد. سرانجام نحوه استفاده از سنگ و آتش را آموختیم. با فرارسیدن عصر یخبندان در سرتاسر کره زمین پراکنده شدیم و وقتی که یخها آب شدند در قاره مجزا اسیر ماندیم. یاد گرفتیم که بسته به نیازمان از گیاهان و حیوانات کمک بگیریم. شهرها را ساختیم و سپس تمدنها را. شبکه عظیم به وجود آوردیم که امپراتوری ها را به هم متصل کرد، قاره ها را به هم چسباند و سپس اقیانوس ها را در نوردیدیم. درست زمانی که فکر کردیم به محدودیت قدرت بشری برخوردیم، به انرژی و فناوری دست یافتیم که ما را به سوی آینده هدایت کرد. روی زمین بعثهای گذشته در حالتی لبریز از انرژی و خلاقیت به بار نشست. بشر با پشتکاری از این به ساخت و ساز جهان پرداخته و برای پیشرفت به هر کاری دست زده است، چرا که ما یادگارهای زنده گذشته و پیشینیان هستیم و باید برای آیندگان دنیایی بهتر بسازیم.